سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امروز ویدیو جدیدی تهیه کردم راجع به فضای کلی بروکر کم دایرکت و اینکه یه سهم رو چجوری میتونیم بخریم، چجوری میتونیم بفروشیم. فضای کلی کم دایرکت رو نگاهی خواهیم داشت، اینکه چه اطلاعاتی رو به ما راجع به یه سهم میده، اینکه چه اطلاعاتی راجع به خرید و فروش به ما میده و وقتی که خودتون ببینیم بیشتر متوجه میشید. ممنون که ما رو همراهی میکنید. اگه دوست داشتیم لایک کنید، سابسکرایب کنید مارکت نیو برو تا در جریان ویدیوهای بعدی قرار بگیرید. اگر نظری داشتید، سوالی داشتید، زیر همین ویدیو کامنت بذارید تا من بتونم در اسرع وقت به اونها پاسخ بدم. امروز استرالیا امروز میخوام به اون پکیج سلام دوستان عزیزم، همونطور که میدونین امروز میپردازیم به فضای کلی کم دایرکت و نحوه خرید و فروش. مسلما قبلش اطلاعات کلی راجع به اینکه ساختار کلی به چه شکل هستش، چه اطلاعاتی رو ما از صفحه اول به دست خواهیم آورد و غیره به شما دوستان نشون میدم. اگر از آن ملدن با هم دیگه شروع کنیم، خب ابتدا که میبینید صفحه اول یک گوتن تاگ به شما میگه و در صفحه اول میبینید که مقدار پولی که در مجموع شما سرمایه گذاری کردین، حالا اینجا من نوعی هست، یکی از حسابهای من هستش که در اینکه اینقدر شما پول در مجموع اینجا دارید و ارزش اون پولی که وارد دپو شده 3641 یورو 41 سنت هست و باقی موندهش فعلا پول نقد من هستش که من میتونم باهش خرید انجام بدم. این ردیف اول رو اگه ملاحظه بفرمایید در قسمت پرسونیش بغش، در واقع ما این آیتم ها رو داریم که زیر دپو یه دونه دپو برزیشت رو میبینید که اینجا این گزینه ها قابل رویت هستن. کارتن تبل نوتیتسن اون اشتوهر سیمولاتسیون، اگه کارتن رو بزنید میبینیم که همین لحظه من چه سهامی رو دارم و یه اطلاعات کلی به من میده. میگه دپوورت من اینقدر ارزشش هست، ارزش دپوی من اینقدره، از زمان خرید من توی سود هستم یا ضرر، که البته این سود و ضرر اینجا که اینجا منفی هست، یعنی من ضرر هستم، ضرر نقد شده من نیست. تا موقعی که سهامم رو نفروشم این پول نقد شده نیستش. خب ببینیم چه سهامایی اینجا هستش. سهام اپل هست، سهام یه دونه ETF هستش، یه دونه شل هست و سیلز فورس، که خب اگه دقت کنید اینجا شما همه اینا رو کامل نمیتونید ببینید، اما اینجا به صورت کارتن یه شمای کلی به شما داده و اینکه میگه در وقتی که منحنی بالا و پایین رفته توی مثلا 3 ماه گذشته شما چه وضعیتی شامل حال سهم شما شده. بعد اینو میتونید تغییرش بدین، 3 ماه، 5 روز، 1 سال یا 5 سال که دستتون بیاد این سهم چه سود و چه زیانی شامل حالش شده. خب سبز قاعدتا میدونید که به معنی رشد سهم هست و قرمز معنی پسرفت اون هستش. ما داشتم خدمتتون عرض میکردم میتونید به صورت کارتن باشه، میتونه به صورت تبله باشه که اطلاعات ریستری رو به شما میگه. شما اینجا میتونین جدولتون رو در واقع بر اساس آیتم های مختلف سورتی رنگ کنین، مثلا اینکه اونی که بیشترین سهم رو داره، اینجا نشون میده بیشترین سهمی که من خریدم مربوط به شرکت شل بوده، 25 تا سهم بعدی اپل بوده، سهم بعدی ETF QQQ بوده، سیلز فورس 2 تا و در نهایت جنرال الکتریک که 1 دونه بوده. خب زیر این تابلو اگر نگاه بفرمایید ببینید که ورد پاپیر کنون نومه اگه اشتباه نکنم باشه هست که سهم با این شماره شناسایی میشه. بعد نوع این اوراق بهادار رو به ما نشون میده که توپش به چه صورت است، اکسیه که میبینین همه اکسیه هستش غیر از این که من اینجا به عنوان ETF خریدمش. بعد قیمتش رو بر اساس
قیمت فعلی میگه که 10.91 هست و بعد شما میتونید قیمت رو مقایسه کنین با قیمتی که شما خریدین. یعنی 16.77 من خریدم، 10.91 قیمت الانش هست. اما در مورد اپل خب وضعیت متفاوته. 102.64 خریدم، الان 103 هست. پس اینجا من تو سودم، اینجا من تو ضرر هستم. و همچنین در مورد این ETF که 249 قیمت الانش هست، 243.37 قیمت خریدش بوده و به همین منوال برای سایر سهام هایی که شما ملاحظه میفهمید. خب دوستان، یه گزینه دیگه اینجا داریم به نام نوتیپسن که اینو من ازش خیلی خوشم میاد و اون این که شما میتونید اینجا رو جلوی هر سهمتون به عنوان نوتیپس چیزی که میخواین رو بنویسید. مثلا اون موقعی که من سهام شرکت شل رو خریدم، گفتم انتظار اینه که نفت به قیمت منطقی خودش برسه، فعلا صبر کن. برای خودم اینو نوشتم. بعد برای جنرال الکتریک وقتی خریدم نوشتم که فقط برای اینکه جلو چشمت باشه و یاد بگیری و بهتر بفهمی. مسلما یه دونه سهم جنرال الکتریک چیزی نبوده که من بخوام باهاش روش خیلی حساب کنم. و میتونید شما اینجا خلاصه اینجا مثلا بزنید تست و انتر کوبرنمن، میتونید اینجا در واقع سیوش کنید و استفاده بفهمید. اگر اشتو سیمولاسیون رو بزنید و سهام هاتون رو انتخاب کنید، چه برای یه دونه چه برای بقیه، به شما نشون میده که بعد از اینکه اشتویر اعمال بشه به این سهم شما، وضعیت سود و ضرر شما به چه صورت هستش. که اگر سیمولیغن کنین ببینید، میگه اوکی شما تا الان راجع به این ETF چقدر قبل از اشتویر 5.85 یورو در واقع توی سود هستین که اشتوه بهش تعلق نمیگیره. چرا بهش تعلق نمیگیره؟ به خاطر اینکه اگر از ویدیوهای قبلیاتون باشه، شامل فرای بای تراک میشه، یعنی هنوز یه سال نشده، من هنوز اون 801 یورو به اون 801 یورو سود در مجموع نرسیدم که قرار باشه به من اشتوه تعلق بگیره. در مجموع هم به شما میگه که در مجموع خرید و فروش شما نسبت گوین به فلوستتون نسبت سود به ضررتون 242 یورو بوده که از 242 یورو در واقع شما تو سود هستین، در مجموع سود کسب کردین. و یه اطلاعات مهم دیگه ای که به شما میده اینه که از اون فرای بتراک چقدرش باقی مونده. 1108 یوروش در مجموع باقی مونده که البته من باید توضیح بدم، من یه حساب برای خودم هست، یه حساب برای خانومم هست و یه حساب هم برای بچه‌هامون که مجموع اینها توی سودی که به ما تعلق گرفته هنوز از 1600 یورو و بشقایت نکردیم که مالیات بهش اضافه بشه. اینم داشته باشین. میدونم خیلی تونتون دارم میگم، خیلی اطلاعات زیاده، اما اگر لازم بود بعد مجدد اطلاعات تفصیلی رو به صورت جدا باز خدمتون ارائه خواهم. یه گزینه‌ای هم اینجا داریم که در واقع پستمون هستش که اطلاعات خرید و فروش ها رو به ما میده. وقتی من اینجا رو کلیک میکنم میبینید که دیتان ورد فرشیکت، همون برنامه‌ای که بهتون خدمتون عرض کردم که فوتوتان کامدیرکت رو که روی سمارتفونتون نصب کنین، با اون میتونین که کارهای راهبردی و اساسی که نیاز به اطلاعات شخصی شما داره رو میتونید فرایگیبن کنید. که من اینجا روی گوشیم فرگبر میکنم و بعد اینجا به من اطلاع داده میشه که خب توی این پست در واقع تو صندوق پستی من چه اطلاعاتی وجود داره. ببینید تمام اطلاعات مشخصه بر اساس تاریخ که چه خریدا و چه فروشهایی در واقع انجام شده، که در اینجا نشون میده که چه سهمی بوده در این تاریخ. مثلا ببینیم اینجا ورپاپی ابرشنون برای 14 سهم اپل در تاریخ 13/10/2020، ببینید همه این اطلاعات رو داره. من نوعی برای کامدیرکت اینجوری تعریف کردم که همه اطلاعاتم توی کامپیوتر و توی کنتوی من باشه، پستی به در خونه من نیاد. با این حساب همه اینها اینجا به صورت مبسوط قابل رویت هستش. اینکه پروویزیون چقدر کم شده به ازای خریده،
سهام شرکت اپل در اون 14 مورد بورزن پلاتس اپنگی که انگلتش چقدر بوده و در مجموع چقدر به ازای این 15 سهم از من کم شده. جدا از اون سهمی که جدا از اون خریدی که من انجام دادم، این مقدار پول هم کم شده و اطلاعات قیمت کلی سهام و اینکه چه مقدار کلن از حساب شما کم شده. یه بار دیگه بریم توی قسمت اولیه به جایی که دیپو بازیشتمون هست و کارتن رو نشون بدیم. خب در اینجا دیدید که چه سهمایی من داشتم، تو چه سهمی توی سود بودم، توی چه سهمی توی ضرر بودم. اگه نگاه کنین اونی که کم ضررش کمتر هست یک مقدار صورتی هست، اون که ضررش خیلی زیاد هست کاملا قرمز هست. شاید خیلی خوشتون نیومده باشه به عنوان اوبرزیشت ابتدایی که خب چرا ما بیایم همچین ضرری بکنیم. بازار بورس دوستان همینه، اگر با دانش واردش نشیم مسلما میتونیم ضررهای زیادی هم بکنیم، مثل کاری که من راجع به نفت کردم. البته در اینجا جایی نیست که من بخوام این مسئله رو باز کنم، دوستان عزیزم توی مارکت نیوبی مفصل راجع به این موضوع صحبت کردن، اما به عنوان یه تجربه شخصی میتونم قسمتی از روزهای بهتر من در بازار سهام رو هم خدمتتون نشون بدم که من به خاطر اینکه از دستش ندم به صورت PDF تهیه کردم که شما ببینیدش. ببینید این مربوط میشه به آگوست 2020، جایی که شرکت ایربوس من با 8% سود داخلش بودم، دیزنی 9%. این سهام QQQ که الان مثبت شده اون موقع منفی بوده، مایکروسافت رو تازه خریده بودم که حدود 1% توی سود بودم و شل هم که خب همچنان اون موقع هم منفی بود. سود من از ابتدای خرید در واقع سهام 56 تا مثبت بوده و نسبت به روز قبلش هم در اون تاریخ 85 تا مثبت بوده. این هم داشته باشین به خاطر اینکه ببینید یه روز خلاصه بالا هست یه روز پایین هست، تا در ادامه به خرید و فروش بپردازیم. خب بچه، حالا میخوام به صورت عملی و کاربردی بهتون نشون بدم که یه سهم رو چجوری میتونیم بخریم. امروز قرار بوده که سهام شرکت نتفلیکس رو بخریم بر اساس تحلیل‌های بنیادی که مارکت نیوبی در اختیار ما گذاشته. من به صورت امتحانی به خاطر که به شما نشون بدم یه سهام شرکت نتفلیکس رو اینجا می‌خرم. قبل از اینکه کار خرید رو انجام بدم، دو راه‌حل کاربردی که کام دایرکت در اختیار ما قرار میده رو به شما معرفی می‌کنم. یکی اینکه فول تکست زوخه می‌کنید. اگر فقای رو زوخن کنید کلمات مرتبط با اون، چون قبلا من اینجا سرچ کردم رو مثلا فرای شتلونگز آفتراگ اندر فرای شتلونگز آفتراگ اون زو وایت اون زو فور. اما شما میخواین یه سهمی رو بخرید، میتونید اینجا شماره اون سهم رو داش کنید، سایر مشخصاتش و حتی اسمش. خب با هم بزنیم نتفلیکس ببینیم چه اطلاعاتی. بله، نتفلیکس اکسیه، مشخصات نتفلیکس رو به ما میگه، میگه که قیمتش در حال حاضر 459.90 هستش، نسبت به روز گذشته 1.55% رشد داشته، یعنی 7 یورو بهش اضافه شد. این اطلاعات اطلاعاتی هستش که مربوط میشه به این ساعت از طریق این هندل پلاتس. خب حالا ما میخواییم بریم کاف و فرکافش رو ببینیم. میزنیم کاف، به ما اینجا نشون میده که در حال حاضر چه مقداری پول در دسترس هست برای خرید. 2178.62 یورو ما در دسترس داریم که بخریم. من میخوام یه دونه سهمشو بخرم، عدد 1 رو اینجا میزنم و هندل پلاتس های مختلف رو من نشون میده که من الان وارد جزئیاتش نمیشیم، با همون ترید گیت میریم جلو. اینجا گفته که اوردر دتایلزمون چقدرش که آسفوقونگمون بهترین در واقع یا به عبارت بهتر ارزونترین رو برای ما بخره. تاگس اوبرم گول دیگه، یعنی همین امروز. میتونید مسلما اینو تغییرش بدین، میتونید در واقع اوردر پیشرفته اینجا سفارش بدین که من اینجا اوردرها رو نمیخوام به شما توضیح بدم. اینم در اوردرها هم به صورت مفصل در ویدیوهای ابتدایی که مارکت نیوبی که رایگانم هست تو
توضیح داده شده اند. بزنیم ویتر. خب به موبایل من فوتوتان در واقع پیغام داده شد که نوع آفتراک اومده که من میدونم راجع به چی هستش. روی گوشی فرگیبن کردم. خب اینجا فرگیبن شد. اینجا میتونیم اوردرمون رو اختصاصی تر کنیم، در واقع فروس بگرنسن کنیم، استاپلاس براش بذاریم یا گیوین میت نیمن کنیم یا لیمیت براش بذاریم که تاریخش هم بذاریم مثلا تا هر موقعی که میخوایم خودمون تجربه. ما حالا بگیم خب انتظار داریم که سهممون 459.85 هستش و چه سودی بفروشیم. من میگم وقتی که به 482 یورو رسید، یعنی چیز حدود 5% سود، اینو برای من بفروش. حالا تا دسامبرم مثلا بهش فرصت میدم. بایتا این شد یک خرید من در کم دیره که براش در واقع اردر اختصاصی ترم گذاشتیم، گفتیم که وید میت نیمن کن، 5% سودم که بهش رسید در واقع پول ما رو بردار. خب اینجا خواهم یه پوزیشن فروش رو به شما نشون بدم در مورد سهام شرکت مرکاتو لیبره که ملاحظه فرمایید سایت کوف 5% سود رسیده و بر اساس قوانینی که ما در مارکت نیوبی پیروی بهش میکنیم الان موقعی هستش که باید بفروشیمش. برای فروش من اینجا نگاه میکنم که دوتا سهم داریم همونطوری که میبینید و من میخوام اینو بفروشمش. این گزینه کاف و این فر کاف قبلا هم بهتون توضیح دادم. یه فر کاف کلیک میکنم، بعد به من میگه که شما چند تا سهم رو میخواید بفروشید؟ شما کلا دو تا سهم دارین، ماکسیمال فروش بر 2. سهام هم که اینجا نوشته. ساده ترین راه اینه که بیلیکس دستنس رو انتخاب کنیم، یعنی با بهترین قیمتی که خود بروکر بررسی میکنه سهام رو میفروشید. کاف فر کاف فر کاف دو تا سهم و وایتر. خب وایتر که زدیم، صدایی که شنیدیم پیامی بود که توی فوتوتان برای من اومد و من باید اونجا فرایگیون کنم. وقتی که فرایگیون کنم اینجا هم می‌نویسه برای من که فرایگیون شد و سهام فروخته شد. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید فولوفیگ آوز مخنده بتخاف به این مبلغ قبل از اشتوائم، قبل از اینکه مالیات ازش کسر بشه. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. میدونم که محتوای مقدار زیادتر از حد معمول بود. از اینکه من رو همراه کردید بسیار خوشحال هستم. اگر کامنتی داشتین حتما زیر ویدیو با من در میون بذارید تا بتونم به سوالات شما پاسخ بدم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و امیدوارم که صفحه شما همیشه سبز سبز باشه. اگه میخواید تجربه متفاوت از مشاهده ویدیوهای کلی یوتیوب مارکت نیو داشته باشید، اگه میخواید از تازه ترین خبرها، تفسیرها، تصمیمات اداره خزانه داری آمریکا، تاثیراتش بر روی نرخ ارز، شاخص طلا و و و خبر داشته باشید و اگرم میخواید یه نگاهی هم به بعضی خرید و فروش های ما داشته باشید، به کانال خصوصی یوتیوب مارکت نیوز بپیوندید. کافی این دکمه جوین رو بزنید و با نازل ترین قیمت به کلیپ خصوصی ما بپیوندید. همه چیش هم یوتیوب براتون هندل میکنه. لینک ویدیویی که توضیح میده که کلیپ خصوصی یوتیوب مارکت نیوز چی هست رو این بالا میذارم. اون ویدیو رو ببینید حتما، قشنگ مفصلا توضیح دادم که این کلیپ خصوصی چی هست، چه لولی داره، چه خدماتی ارائه میده. اگه بازم سوال دارید پای همین ویدیو به صورت کامنت بپرسید، حتما بچه‌ها کامنت‌های شما جواب میدن. کلیپ خصوصی مارکت نیوز در انتظار شماست.